سید جعفر ماهرخسار مداح مشهور اهل بیت علیهم السلام بعد از اینکه چند ساعت در حالت کما قرار داشت عصر امروز دوشنبه 24 مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های مشهد مقدس دار فانی را وداع کرد. مرحوم سید جعفر ماهرخسار مداح 77 ساله اهل مشهد مقدس بود که به گفته خودش بیش از 56 سال مدح اهل بیت علیهم السلام را انجام داد. وی به مداحان اهل بیت توصیه کرده بود که مداح اول باید بداند مدح و ثنای چه کسی را می‌خواهد بگوید، برای چه کسی می‌خواهد شعر بخواند و یاد بگیرد شعرهایی بخواند و حفظ کند که مطابق با آیات قرآن و کلمات معصومین باشد. نمی‌گویم نخوانند، جواب را جذب نکنند، جوانها را جذب نکنند، می‌گویم غذای روح خوبی به آنها بدهند. صالح آشور نماینده سابق پارلمان کشور کویت جهت دیدار از مراکز اسلامی وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی و دیدار با وکیل ایشان حجت الاسلام والمسلمین شیخ صالح سیبوی به کشور کانادا سفر کرد. گفتنیست ایشان ابتدا به مدت 2 روز از شهر تورنتو و مراکز اسلامی موجود در این شهر دیدار نموده و سپس به شهر مونترال در ایالت کبک سفر کردند. همچنین آقای صالح آشور جهت دیدار از دیگر مراکز اسلامی کانادا به مؤسسه آیت الله العظمی خویی و مسجد اهل البیت علیهم السلام و مسجد الزهرا سلام الله علیها و حسینیه حورا زینب علیها سلام رفته و طی این دیدارها مشکلات مراکز و جامعه اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان نام برده از وکیل مرجعیت شیعه در کشور کانادا حجت الاسلام و مسلمین سیبوی و دیگر دستاندرکاران مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی در کانادا به جهت پذیرایی گرم ایشان تشکر نموده و کشور کانادا را ترک نمودند. سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرگان در ایران گفت سنگ نوشته محبت امامزاده عبدالله علیه السلام گرگان به موزه باستانشناسی منتقل می شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان گرگان در ایران رضا قیاسی زاده در پی اظهارات رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان در فضای مجازی مبنی بر عدم توجه به سنگ نوشته های تاریخی در محوطه امامزاده عبدالله علیه السلام گرگان گفت گردشگری و صنایع دستی گرگان تا کنون از وجود این سنگ نوشته ها بی اطلاع بوده و وظیفه دستگاه های دولتی، خصوصی و عامه مردم جامعه است که در صورت رؤیت و یا برخورد با این آثار تاریخی موضوع را به کارشناسان این اداره گزارش کنند که متاسفانه تا کنون گزارشی از سوی آن نهاد به اداره میراث فرهنگی گرگان ارسال نشده است. او در ادامه گفت در اثر وقت تیم باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی استان به منظور بررسی بیشتر و پیگیری برای انتقال آن به موزه باستانشناسی گرگان اقدام خواهند کرد. وزیر کشور آلمان به منظور مهار هجوم مهاجران کنترل‌های مرزی ثابت در منطقه شنگن که برخلاف قواعد این منطقه است را در دستور کار قرار داده و آن را به کمیسیون اروپایی اطلاع می‌دهد. اگرچه اصل باز بودن مرزهای داخلی در واقع در منطقه شنگن اعمال می‌شود، اما در حال حاضر چندین کشور برای مهار مهاجران کنترل مرزی را اعلام کردند. اوضاع احتمالاً در آینده در مرز آلمان با جمهوری چک، لهستان و سوئیس نیز مشابه خواهد بود. از آغاز ژانویه تا پایان سپتامبر 233744 نفر در آلمان برای اولین بار درخواست پناهندگی دادند که حدود 73% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. کشورهای اروپایی اخیراً زیر اهرم فشار پناهندگان سیاست‌های بسیار سختگیرانه را در قبال پناهجویان در پیش گرفتند.
یونس پناهی در نشست خبری 25مین سالگرد برنامه مطالعه قند و لیپید تهران با محوریت آخرین وضعیت سلامت شهروندان تهرانی در حوزه بیماری‌های دیابت، غدد و بیماری‌های غیرواگیر اظهار کرد. بیماری‌های قلبی و عروقی باید به طور جدی بررسی شوند، ضمن اینکه چاقی و عدم تحرک مسئله جدی محسوب می‌شود. دکتر پناهی تصریح کرد در سال 2019 دیابت رتبه پنجم مرگ و میر را داشته است و اکنون این آمار 6.9% افزایش داشته است. سرطان تیروئید در سال 2020 در بین زنان به طرز قابل توجهی افزایش داشته است. به گفته وی شیوع چاقی شکمی و به طور کلی افزایش وزن افرادی که در این مطالعه شرکت داشتند در مدت 18 سال روند صعودی داشته است.